دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. موضوعی که رویان بحث می داشته باشیم در رابطه به اهمیت راه خط آهن خواف و هرات و در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با خانم آصفه ستانکزی از ایران. خانم ستانکزی سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. نظر شما را هم در رابطه به همین موضوع می داشته باشیم. میشه در نخست در قسمت اهمیت راه آهن خواف هرات نظرتان داشته باشیم، این که چقدر در قسمت رشد اقتصاد دو کشور افغانستان ایران مهم است؟ به نام خدا سلام عرض کردم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه آریان نیوز. علیکم سلام. خوشگذارم از دعوت خوبتان. همچنین یا داره تسلیت بگم سرمایه ملی کشور ما دست دادن شده جناب آقای فردین امینی را، سپاسگزارم از شما. در رابطه با سوالی که پرسان کردیم، حقیقتا از اونجایی که ما مطلع هستیم در اقتصاد، یکی از زیرساخت‌های توسعه یک کشور بحث ترانزیت هست، یا بگم بحث جاده ها هستش، که در واقع اینا باید به یک شکل درست و با یک امکانات بهتر، امکانات حمل و نقل وجود داشته باشه. این جاده هم که یا بگم همو خط ریلی که جور شده بین دو کشور ایران و افغانستان، البته برنامه‌اش که از سالها قبل بوده و در ایران از سال 86 شروع به کار کرده، که افغانستان از سال به بعد آغاز به کار کرده روی ساخت و سازش اینا، که تا این حال حدود 140 کیلومترش به بهره برداری رسیده و هنوز قرار است 85 کیلومتر باقی مانده ان شاء الله که تکمیل شود. و این که اهمیتش چی هستش، ما در این زمینه آگاه هستیم که از اونجایی که یکی از زیربناهای توسعه یک کشور بحث حمل و نقل جاده ای هستش، قطعا ما میتونیم میره مطمئن باشیم که باعث افزایش مراودات اقتصادی میتونه بشه، و این افزایش مراودات اقتصادی و تجاری سبب آن خواهد شد که دو کشوری که ایران و افغانستان هستند و باعث یک ارزآوری داخل کشور بشه و همین قسم رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه. درست است که این خط ریلی هم هزینه خورده تا امروز به اینجا رسیده و ساخته شده، ولی ما مطمئن هستیم که از این چیزی که هزینه خورده قطعا درآمد بیشتری خواهد داشتش، و در رابطه با رشد اقتصادیش میشه گفت که سبب رشد اقتصادی باعثش میشه و این رشد خودش باعث ایجاد توسعه میشه، و وقتی توسعه کشور بالاتر باعث میشه که ثروت او کشور بیشتر بشه، و ثروتی بیشتر شد باعث میشه که او کشور در واقع امکاناتی که داره، چه در بخش های آموزشی چه در بخش های زیربنایی، تقویت بیشتر بشه، و در کل باعث میشه که کشور رشد اقتصادی هرچی که داره باعث بیشتر شدنش بشه و توسعه یافته تر شود. درست. خانم ستانکزی، ایجاد این خط آهن، راه خط آهن چقدر میتونه که برای بازرگانان ایران البته یک تشویق باشه یا علاقمندی نشان بتن در قسمت این که سرمایه گذاری داشته باشن در افغانستان هم؟ نکته خوبی را اشاره کردی. حقیقتا با توجه به اینکه ما با همکارای ما که در اتاق تجارت هستن و ما صحبت از اینا رو میشنویم از تاجرای ایرانی، ما تعداد کسایی که علاقمند هستن به همکاری در بخش تجارت در کشور افغانستان، درست هستن که علاقمند این موضوع هستن بحث صادرات وارداتشون زیاد بشه، ولی خب شاید سرمایه گذارا کمتر باشن که بخوان در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنم. او هم برمیگرده به مسائل امنیتی، ولی بحث مسائل صادرات واردات خیلی از هموطنهای ما چیزی که در ایران هستن، یعنی افغانهای ما که در ایران هستن و با توجه به ارتباطات خیلی خوبی که دارن با تاجرای ایرانی ما، اینا علاقمند این موضوع هستن تا بتونن اینمی دنبال راه های همیشه بودن، یعنی با توجه به ارتباطاتی که ما داریم همیشه دنبال راه های بودن چگونه میتوان بهتر از این چیزی که هستش این بخش تجاری را گسترش داد، که قطعا مطمئن هستیم به شکل بیشتری خواهد شد این افزایش مراودات اقتصادی، که هم صادرات میتونه باشه هم واردات، و از اونجایی که این دو کشور با هم دیگه نزدیک هستن و چه گزینه یا آپشنی بهتر از کشور افغانستان برای ایرانی ها این محصولات تولیدیش افغانستان از چیزی که هستش بیشتر صادرات کنن،
و یک راه اقتصادی در واقع باز شده تا به شکلی بتانن باعث افزایش این مرابطات اقتصادی بشن. و نگفته نباید گذاشت که در بحث اقتصاد ما باید بحث برد برد توجه داشته باشیم. برد برد یعنی که ما وقتی یکی از طرفین به دنبال یک سود اقتصادی هستش، طرف مقابل هم به او هم حالا به شکلی منافعی برسه، بنابراین این به نفع هر دو کشور خواهد. درست. خانم استانکزای، میشه در قسمت همین خط آهن خواف هرات چی فواید داره و چقدر میتونه مهم باشه؟ یک نظری شماروار هم از شما داشته باشیم. چیزی نزدیک به ظرفیت 6 میلیون تونی قرار هست که میتونه از این در واقع مراوده بشه، یعنی بخش ازی که انتقال پیدا کنه، حالا یا از افغانستان به ایران یا از ایران و افغانستان، و حدود 1 میلیون نفر مسافر هم ظرفیت گنجایش دارد. بنابراین ما از این بخش متوجه میشیم که تا چه اندازه میشه که مفید و موثر باشه. شاید چیزی که قبلا ها حالا هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ که شاید خیلی هزینه بر بود، اینا رو مثلا به این شکل این قدر یک حجم عظیم و بزرگی رو خب یا با موتر انتقال میدادن یا به روش دیگه، ولی این حال یک راه مطمئن تر و ارزان تر حتی به وجود آمده که میشه روش حساب کرد و قطعا باعث میشه که قیمت اون کالاهایی که مثلا اگر از طریق های دیگه انتقال پیدا میکرد ارزان تر بیفته، و در مجموع میشه همین موضوع رو اشاره کرد که این خط راهن یک اتصال ریلی هست که میتونه شبکه شرق آسیا را به اروپا راهن اروپا وصل کنه و روی این زمینه در واقع در تلاش هستن. و اگر مشکلات امنیتی افغانستان و مشکلات اقتصادی کشور ایران هر شبه حتی میشه که خیلی بیشتر از چیزی که ازش امیدوار بودش، و عدمی رو اشاره کنم که این اتصال ریلی برای اتصال کشورهای مثلا مثل چین و قرقیزستان و تاجیکستان و ایران و خلیج فارس و اروپا در واقع در تلاش هستش که به شکلی خیلی صحیح و درستی ارتباط ایجاد بشه. درست. خانم مستانک زیب، این خط راه آهن تنها در قسمت صادرات کالاها هست یا از مسافرین همچنان؟ بله، در رابطه با این که فقط برای مسافرین هست یا فقط برای کالاها یا هر دو، چیزی که تا این حال گفته شده گفته فعلا فقط برای حمل و نقل کالاها هستش، ولی در آینده قرار است که یعنی بعضی که امتحان کامل شد یک مدتی، یعنی به صورت مطمئن که کدام عیب فنی یا کدام مشکل نداشته باشه دیگه، بعدش که انسان ها یا مسافرین هم میتونن از این جا به جا بشن که گفتم ظرفیت 1 میلیون نفر رو دارن انتقالش، و ولی در حال حاضر فعلا گفته شده فقط برای حمل و نقل کالا استفاده میشه، ولی در چند مدت بعد برای مسافرین هم استفاده میشه. درست. خانم مستانک زیب، گشایش این پروژه بزرگ چقدر میتونه که یک گام مهم برای احیا و جهش اقتصادی میان ایران و افغانستان باشه؟ بله، یکی از اهداف اساسی این خط راه آهن در واقع گفته شده احیای راه جاده ابریشم بوده که هدف اساسیش این بوده، ولی این که در واقع تا چه حد میتونه موفقانه این موضوع عمل کنه یا تا چه حد میتونه موثر باشه باز هم البته بستگی داره به این موضوع که تا چه حد این بخش حمایت از افغانستان هم البته خیلی مهم است، چون که گفتم از 225 کیلومترش 140 کیلومترش بهره برداری رسیده، ولی هنوز 85 کیلومتر دیگهش در داخل خاک افغانستان مانده که اونا باید اون رو تکمیل کنن. ولی مطمئن هستم که اگر او 85 کیلومتر باقی مانده را تکمیل بشه، میشه که از این چیزی که هستش 100% به یک شکل بیشتر به میزان افزایش صادرات کالاها و وارداتش، همچنین انتقال مواد خام، انتقال جاده ای، اینا کلشان اشاره کرد که همه اینها سبب میشه که رشد در کشور بیشتر بشه، و این رشد بیشتر باعث میشه که توسعه در کشور بیشتر بشه. درست. مخانم مستانک زیب، به نظر شما در این قسمت حکومت افغانستان باید مواردی که در نظر داشته باشه تا همی پروژه که گشایش یافته بتانه تا بعدها به تأخیر بیفته و مفید باشه هم به کشور افغانستان و هم به کشور ایران، چی باید بکنه؟ کدام کارها را، کدام درها باید اینا در نظر داشته باشن؟ خب یکی از مهمترین چیزهایی که هستش ما میفهمیم، یعنی یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین بخش های یک کشور یا
یک جامعه بخش حالا اقتصاد کسایی هستن که در بخش اقتصاد کار میکنن، یعنی تاجرای از اونجا هستن و سرمایه گذارانشان. اگر دولت در بخش حمایت بیشتر از این سرمایه گذاران و تاجران حمایت بیشتر کنه، باعث این میشه که این بخش افزایش پیدا کنه مراودات اقتصادی ما، و فقط این قسم نباشه که ما از کشورهای همسایه که حالا یک تن ایران باشه فقط وارد کنیم. ما باید کوشش کنیم که تاجرای خود و سرمایه گذارای خود بیشتر تقویت کنیم تا اینا بتونن صادرات هم بیشتر کنن، و ما فقط نباید جنبه یک طرفه رو ببینیم. بنابراین اگر دولت افغانستان در بخش حمایت بیشتر از سرمایه گذاران و کسی که در بخش اقتصاد کار میکنن بیشتر کار کنه، میشه که طولانی مدت تر و در واقع شکلی اثراتش بیشتر باشه، هم به نفع بخصوص افغانستان و هم به نفع ایران. بخاطر اینکه اقتصاد یا بگم یک رابطه اقتصادی، یک فعالیت اقتصادی، یک رابطه برد برد میتونه باشه، ولی با آن شرط که یک طرفه نباشه. چون یک چیزی که یک طرفه باشه قطعا خیلی نمیتونه دوام پیدا کنه، و پس مدتی شاید اون قسم کارهایی که باید داشته باشه نخواهد داشت. بنابراین اگر دولت افغانستان در بخش حمایت بیشتر از کسایی که در زمینه اقتصاد فعالیت میکنن اینا رو بیشتر حمایت کنه، این رابطه دو طرفه خواهد شد، یعنی از چیزی که هستش صادرات ما هم بیشتر خواهد شد، و این رابطه از چیزی که هستش بسیار میتونه که مفید باشه هم برای کشور ما و هم برای کشور ایران. درست. خانم مستانکزی، شما با بازرگانان ایران صحبت های داشتین، چقدر خوشبین هستند در قسمت گشایش این پروژه و چقدر علاقمندی نشان دادن اینکه اینا هم سرمایه گذاری داشته باشند در این قسمت؟ بله. خب حقیقتا ما یک چیزی که متوجه هستیم، بحث زیر ساخت ها، که زیر ساخت ها یعنی چیزی که از اساس و بنا برای یک تشکیل یک فعالیت یا یک کار لازم هست. این بحث راه آهن هم یک کار زیربنایی و زیرساختی بوده. قطعا هر کاری که زیربنایی و زیرساختی فعالیت انجام بشه خیلی اثرات مثبتی خواهد داشته برای افزایش یک فعالیت که بالاخره مثبت باشه. بنابراین با توجه به صحبت هایی که ما با بازرگانان کشور همسایه ما ایران داریم و صحبت هایی که از اونا میشنویم، اونا امیدوارتر به این شدن تا بتونن حمل و نقل کالاهایی که دارن به شکل راحتتر و امن‌تری در واقع انتقال بدن. چون چند تا مرزی که ما در بین ایران و افغانستان داریم نزدیک به 920 کیلومتر مرز مشترک داریم. اینا حالا بالاخره از شکل‌های مختلفی همیشه از چند تا مرزی که ما داریم عموما انتقال میدن، ولی این حال برای اونها یک شاید گفت که اثرگذاری یا یک راه حل بهتری گشایش پیدا کرده که اونها مطمئنا افزایش مراودات اقتصادی خواهند کرده. یعنی یکی از مهمترین چیزایی که میشه اینجا اشاره کردش، اونها از این چیزی که صادراتشان تا این حال به کشور افغانستان بیشتر بوده قطعا از این چیزی که هست بیشتر خواهد شد، و اونها علاقمند بیشتر ارتباطات همکاری هستن. حتی در این زمینه ورکشاپ های مختلفی همچنین کشور ایران در بخش ها و در جاهای مختلفی گذاشتن، و علاقه من از این که بتونن در بحث اقتصاد فعالتر حرکت کنن و کار کنن که بشه هم برای ایران سود اقتصادی بهتر داشته باشه و هم برای افغانستان. درست. خانم سانکزی، خط آهن خواف هرات در 4 قطعه تعریف شده. میشه در رابطه با این موضوع هم بگین که چند قطعه ازی از طرف ایران تکمیل شده و افغانستان باید چقدر مسیر ازی را باید تکمیل بسازه و باید کار کنه روی زو؟ همون گونه که در صحبت قبلی من اشاره کردم، کل این خط آهن 225 کیلومتر درست که حدود 40 کیلومترش به بهره برداری رسیده و حدود 85 کیلومتر باقی مانده کیل در داخل خود افغانستان باید بسازن. یعنی افغانستان حدود 85 کیلومتر باید بسازه. و در این جواد گفت که ایران حدود 2000 میلیارد تومان مصرف از این راه آهن تا این حال کرده. یعنی هم 240 کیلومتری که در واقع به بیشترش ایران ساخته حدود 2000 میلیارد مصرف کرده، و بقیش حالا فکر می‌کنم که نزدیک چندین میلیون دلار. درست. یعنی افغانستان باید 85 کیلومتر دیگر از این را باید بسازه. بله کاملا. درست. تشکر، سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه خانم استانکزی. ممنونتان. سپاس از شما هم ممنونم. وقت خوب داشته باشین. تشکر، سلامت باشین. بعد از خبرهای ساعت 9 دوباره برمیگردیم.